اینجور صبح بخیر. آی زهرم ترکید. منو ترسوندی دختر جون. شما کی بیدار شدین ها؟ من اصلا نخوابیدم، به خاطر اینکه کارام عقب نمونه دلم آروم نگرفت. باید بهتون بگم آفرین مامان جون، حداقل میگفتین کمکتون میکردم. تو درس داری دخترم، اگه نمیخوابیدی نمیتونستی درس بخونی. باشه خب مامان، همین که کار تموم شد یکم بگیر بخواب. باشه. نمیتونم دخترم، باید برم مغازه چون اونجام خیلی کار دارم. از وقتی که مامانم رفته خودت میدونه فیضیم خیلی زبون دراز شده، باید برم حسابشو برسم. زود برمیگردم اینو تمومش میکنم. مامان فکر میکنم خیلی قشنگ بشه، لونتم ببینه خوشش میاد. اون وقت تو مهمونی همه بهم نگاه میکنن. هر کی به دخترم چپ نگاه کنه چشاشو در میارم. داداش جون بوی این باقلوا همه یه ساختمونو ورداشته، دیشب خوابشو دیده بودم. ازگر نمیاد داداش؟ از دیروز سالا ازم فرار میکنه. چند بار زنگ زدم اما جواب نداد، پیام فرستادم اونم جواب نداد. عجیبه. چی عجیبه داداش؟ دختره شوکه شده. اگه یه بار گوش کنه همه چیو بهش میگم. اما چیو بهش میگی رفیق؟ خیلی کنجکاوم. چه میدونم، اون نقشو برام پس گرفت، هنوز نتونستم باهاش حرف بزنم، نتونستم تشکر کنم. چه خبر خوبی، کی نقشه تو پس گرفتی؟ چیزه، ازگور خودمون، تاج سرمون، نقشه داداشتو گرفته و بهش پس داده. راست میگی؟ بالاخره به هدفت رسیدی. خب، نقشه جولیتو هنوز هم اپک بازی میکنه؟ ای کاش آبجی ازگور این مشکل رو حل میکرد، اون نقشم به یکی دیگه میداد. اشیل، نمیخوام موقعی رفتارم با هات دعوا کنن، ها؟ باشه، چایی میارم. جدا شدین ولی هنوزم طرفداریشو میکنی. بی خیال رفیق. مرد، لازم نیست اینقدر زود بری. فکر بهتر از این نداری؟ داداشم فکر میکنه رئیس شرکتی، اگه بگی برای چند روز شرکت نمیری مشکلی پیش نمیاد. راستش تو این موضوع اشتباه کردم، مگه نه؟ مرت، من به خاطر خودت گفتم. صبح زود میری تا شب چی کار میکنی آخه؟ شاید دنبال کار بگردم، اینطوری دروغگو هم نمیشم. مامان؟ دیگه کی از اینجا کشتی حرکت میکنه؟ خب امروز ساعت چند حرکت میکنه؟ باشه. آره میتونم تا اون موقع برسم. خب آخرین کشتی ساعت چند حرکت میکنه؟ خیلی ممنون، خداحافظ. ایلول، 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 ایلول. به خدا خیلی خسته شدم، دوشو از آجیل حسابی پر کردم، چون ادویه توشو خیلی زیاد ریختم خیلی خوشمزه شده. نوش جونه آسین، یکم از مادر شوهرت یاد بگیر. باشه، تو هم باید بتونی اینجور چیزا بپزی. خب آقا بیرول، شما کاروبارتون چیه؟ راستش ما یه داروخونه راه انداخته بودیم ولی خوشمون نیومد. من مغازه خاربار درست کرده بودم، سرم همونجا گرمه ولی بازار کساده. شنیدم شما هم همین مشکل داشتین. آره اقتصاد اینجا هم خیلی خوب نیست. خب هرچند نه مریستمون میشه و نه فروش دارو، ولی قسمت دیگه. راست میگی تو بخش ما هم همچین مشکلاتی هست، ولی جای نگرانی نیست، ما این اوضاع رو پیش بینی کرده بودیم. البته این به خاطر سعی و تلاش مرته. من که به دومادمون اصلا شکی ندارم، ماشاءالله بچه خیلی خوبیه، فقط اینا خیلی به فکر خودشون نیستن.
یعنی فقط واسه اینکه مزاحم شما نباشن تو این آپارتمان دارن زندگی میکنن. میفهمی چی میگم؟ منم گفتم که آدم مزاحم خانواده خودش که نمیشه. جوونا این مسائل رو بهتر درک میکنن آقا بیرول. اونا هر جوری بخوان میتونن زندگی کنن، نگران نباشین. ما هم کمش در مورد پول و دارایی حرف میزنیم، چند دقیقه در مورد این دختر خوشگل حرف بزنیم. مادر بزرگش حتما خیلی دلتنگ شده نه؟ این عزیز دل داییشه، خیلی خوشگل، قربونش برم. اینجوری بچه اذیت میشه. نه بابا چی داری میگی، چه اذیتی؟ خودش هم دوست داره که بره بغل مادر بزرگش، مگه نه کوچولو؟ خب مادر بزرگ شما اسمشو چی گذاشتین؟ البته شما شاید یه اسمی براش پیدا کرده باشین، چه میدونم. منظورم واسه این دختر خوشگل دیگه. ها اشتباه گفتم؟ اون از اونجا بردار، اگه خاله ملکه ببینه بیچارت میکنه به خدا. هر کی منو میبینه یه چیزی بهم میگه، تو دیگه شروع نکن. بهتره هر کی به کار خودش برسه دختر. من با دیدن این خوشحال میشم، تو با ریز کردن پیاز. مهلا با اون ژاکتش. واسه پول در آوردن این مغازه رو راه انداختم، ولی ببین تو رو خدا حتی یه مشتری هم نداریم. به خدا من 10 تا گونی پیازم ریز ریز کنم اعصابم دیگه سر جاش نمیاد. ببین ازگر، آبجی ملکه داره با رومئو میاد. اگه سراغ منو گرفتن نگین که من اینجا بودم و باشه. ببین مثل جن میمونه تا میاد یکی از دستش فرار میکنه. خوش اومدی. این شیرینیا رو کجا بذارم خاله؟ بذارش اینجا. مامانت خیلی زحمت کشیده، با وجود کارای خونه زحمت کشیده، اینم واسمون درست کرده. آآ دارن کجا میرن؟ آبجی سرپیل که تازه اومده، واسه همیشه میخوان برن ازمیر. ببینم پسرم کی میرن. امشب میرن خاله جون، قبل رفتنشون واسه خداحافظی میان. خیلی خوب، بیا بشین برای چای بیار. نه من میارم آبجی. چرا اینجا قایم شدی؟ حالا براش چایی ببر که بره. زود باش زود باش. اصلا باورم نمیشه چقدر خوش شانسی، تو هم نقش بازی میکنی؟ آی نرگس من واقعا خیلی هیجان زدم. امشب مهمونی همه کارمندان میان. لوانت گفت قبل افتتاحی همیشه یه مهمونی داریم. عالیه. آی اپک میتونی منم بندازی تو کیفتو با خودت ببری؟ راستش خبرای روزنامه رو خوندم، اونا یه گروه خیلی خوبن، خیلی دوست دارم منم بیام باهاشون آشنا بشم. استغفرالله نرگس، چرا تو کیفم بندازم تو ببرم؟ تو کارای زیادی برام کردی، تونستم خیلی جاها کار پیدا کنم، تو سینما برام کار پیدا کردی، حتما یه کارت دعوت برات میارم. آدم ها رو دیدم همین که مشهور شدن جواب سلامم نمیدن، اما تو مثل اونا نیستی. میدونم تو اصلا از اینجور کارا بلد نیستی، خیلی ازت ممنونم. سلام، چطوری آقا لوانت؟ ممنون. لوانت تو درس نداشتی؟ استاد نیومده بود، منم از فرصت استفاده کردم. از کجا فهمیدی که من اینجا؟ اول رفتم دانشگاه، بعد بهم گفتن اینجایی. نرگس ناراحت که نمیشی نه؟ نه برید خوش بگذرونید. پس بریم، اینم من حساب میکنم. خداحافظتون. خداحافظ. آه نزدیک بود یادم بره لوانت، به خاطر مهمونی امشب میتونی یه کارت دعوت واسه نرگس پیدا کنی؟ باشه عزیزم، یه کارت براش پیدا میکنم. خیلی ممنون، فعلا خدافظ. آره خودشه. مامان خیلی ممنونم به خاطر همه چی. در مورد حرفای دیروزت فکر کردم، حتی دیشب نتونستم بخوابم. هرچی میخواد بشه، من خوشبختی تو رو میخوام پسرم. هر بار میام اینجا فکر میکنم تو به کمکم نیاز داری. ازتون خواسته بودم بمونید، ولی میبینم که دارین میرین. امشب باید به یه مهمونی مهم میرفتم، ولی واسه این که تو چند روز دیگه برمیگردی، میخوام امشب با هم توی یه رستوران غذا بخوریم. وای نیوره خانم، حتما هممون میاییم، حتما. میدونم ازم دلخوری، ولی من راستشو گفتم اپک.
میدونم که اون دوست صمیمیته. میدونم هیجان داری، ولی این مهمونی نیست که بشه راحت با کارت دعوت بری. نمیشه هر کسی اونجا دعوت کرد. حالا تو اون دوست تو که اسمشم نمیدونم میخوای با خودت ببری اونجا؟ دفعه دیگه قبلش حتما با من مشورت کن، باشه؟ ببین عزیزم، تو الان وارد یه دنیای جدید شدی. تو انتخاب دوستات باید خیلی دقت کنی، باید خیلی مراقب باشی. چیزی شده؟ مگه دوستای من چه عیبی دارن لوند؟ چیزی که نشده، ولی اونا خیلی فکراشون قدیمیه. با داشتن همچین دوستایی حتما تو دردسر میفتی. تا حالا کسی رو دیدی که کلاس دوم باشه و شانسی اینو پیدا کرده باشه که نقش بازی کنه؟ اگه یکی هم پیدا بشه، حتما یه نقش فرعی داره. اگه با اینجور آدم ها بگردی، شهرت تو با خاک یکسان میکنی. من که اینجوری فکر نمی کنم. وقتی مامانت بیاد همه چی برمیگرده سر جاش. کسی دخالت نمیکنه، هر کاری بخواین میکنین. نه، کاش اینجوری بود. اون موقع خیلی راحت میشدیم. وقتی پشیمونه اصلا نگران هیچی نیستیم. خیلی به همون کمک میکرد. مادر دیگه، دوباره نقشتو پس گرفتی؟ اپک بهتون گفت؟ کاش با لوند نقش بازی میکرد، چون پارسال خودم دیدم رو صحنه چه کارایی کردین. یعنی به لوند بیشتر از من اعتماد دارین؟ من از بچگی اونو میشناسم پسرم. خواهشن ناراحت نشین خاله ملکه، به خاطر شما من نمیتونم درسامو ول کنم. این نقش از همون اولش هم مال من بود، خیلی تمرین کردم. به خاطر کارم مجبور شدم ولش کنم. حالا به خاطر پس گرفتنش هر کاری میکنم. البته که میکنی، به خاطر نزدیک شدن به اپک هر کاری میتونی انجام میدی. شما منظورتون چیه خاله ملکه؟ خودت گفتی هر کاری بتونم انجام میدم. منظورت از این حرف میدونم درصاد نیست پسرم. هر کاری که کردی بالاخره به هدفت رسیدی. نه اوزگار. آی تو هم اینجا بودی، چی شد؟ ببینم دست چی شد دخترم. آی چیزی نیست. آی دختر جون، تو چرا اینقدر حواس پرتی؟ ببین دست تو بریدی. دست تو بریدی؟ بذار ببینم. تو اینو بگیر، فعلا اینو بذار روش. من برم داروخونه یه بانداجی چیزی بگیرم. بیا بدش من. ولم کن بارش. یه لحظه کن دیگه، بدش من بارش. ولم کن. آبجی ازگار چطوری؟ خوبم ایشیل، تو چطوری؟ شنیدم دوباره برمیگردی. باور کن خیلی خوشحالم. منم برات خیلی خوشحالم، ولی من از دستت ناراحتم. چرا؟ نقش داداشم رو پس گرفتی. داداشت خوشحال شد، ولی تو چرا ناراحت شدی؟ البته که خوشحال میشه. خیلی سعی کرد با اپک بره روی صحنه ولی نتونست. تو این فرصت رو براش مهیا کردی. ایشیل جون، به نظرم تو داری اشتباه میکنی، چون بارش خودش واقعا این نقش رو میخواست. چون داداشم عاشق نقشش نه، بلکه عاشق اپکه. ببینم اینو، داداشت بهت گفت؟ صبح وقتی با شنل حرف میزد شنیدم. حالا به فکر هیچی نیست، چون به هدفش رسیده. نکنه تو هم به حرفاش باور کردی؟ میگه فراموشش کردم و ازش جدا شدم، ولی داره دروغ میگه، چون اگه اینجوری بود هر شب با یادگاری که اپک آورده خوابش نمیبرد. از برکت تو به هم رسیدن. ولی من خیلی میخواستم از هم جدا بشن اوزگور. ایشیل ببخشید، من یکم کار دارم، بعدم حرف میزنیم باشه؟ یعنی چی؟ داری کجا میری اوزگور؟ خداحافظی میکردی؟ خب این دختر چش بود. Uzaklardasın şimdi dünya kadar, duymadım ki sesini,
ömür kadar. Belki görmem yüzünü ölene kadar. Eğer bir gün görmezsem seni yeniden şu hayatta. Eğer bir gün görmezsem seni yeniden şu hayatta. Bilmeni isterdim bir şey, söylemek isterdim bir şey. Seni ne çok sevdiğimi, seni nasıl sevdiğimi. Uzaklardasın şimdi dünya kadar. Duymadım ki sesini ömür kadar. Belki görmem yüzünü ölene kadar. Söylemek isterdim bir şey. Seni çok sevdim. Seni çok sevdim. Seni çok sevdim. Seni nasıl sevdim. اینو بده به میز چهار. ها عزیزم، بعد از این تو این قوطی ها با فاکتور غذا یه دونه از این کارت هم باید بذاری، یادت نره. امکان داره بازم مامانم عصبانی بشه فیزی. وقتی اینجا پر مشتری شد حتما مادرت خیلی خوشحال میشه. خب میدونی زمانی که مرد دامادتون اینجا وقتشو علکی میگذروند، من واسه مغازه تبلیغات میکردم عزیز دلم. بگی رستوران غذاهای خونگی مادر بزرگ، بفرمایید. رفته خونه، براش اسباب بازی هم خریده، خونه رو هم پر از گل کرده، کلی مشروبم خورده، ولی الان دو روز اصلا پیداش نیست، نمیدونم کجا رفته. بهش زنگ میزنم گوشیشم خاموشه، به پیامامم جواب نمیده. مرتم خیلی اذیتم میکنه، خودش نمیدونه ولی با کارایی که داره میکنه خیلی اذیتم میکنه. یه بار خودت فکر کن، خانومی که ازم متنفر بود واسه این که داداشم نفهمه با دخترم مثل مادر بزرگش رفتار کرد. حالا امشبم واسه شام دعوتمون کرده. تو هم نه چیزی به ذهنت میرسه و نه کاری ازت برمیاد. بالاخره یه راهی داره دیگه، اون آدمم آب نشده رفته باشه تو زمین دیگه. این کارو نکن آسین، مرتو خودتو اذیت نکن.
اون فرار کرده بی خیال، هر جایی رفته رفته دیگه. اگه برگرده چی میشه ها؟ بازم میاد و اذیتت میکنه. اون نمیتونه خوشبختی تو رو ببینه، فهمیدی؟ اما نداره آسین. مرد پسر خیلی خوبیه. تو نمیتونی همینجوری ولش کنی. میدونم تو نمیخوای از خوبی اون سوء استفاده کنی. اما وقتی یه خودی این کارو با آدم میکنه، آدم دیوونه میشه. فکر میکنی گولت زده، فریب خوردی. ببینم کی تجربهش کرده؟ دیروز میخواستی بگی ولی نگفتی، ببینم چی شده ها؟ بارش. اسم دومش مجنونه. فکر کنم از دوری لیلیش خیلی خسته شده. من فکر میکردم به خاطر نقشش خوشحاله، ولی هدف اون بودن با اپک بوده. اگه اینو قبلن به هم میگفت انقدر ازش ناراحت نمیشدم. الان فکر میکنم با این کارش گولم زده. خیلی خسته شدم، حالا چجوری باید برم حاضر شم ها؟ ولی خیلی خوش گذشت. به منم. اولی من دیگه باید زودتر برم خونه، شب میبینمت. اینو فراموش کردی؟ ولی اینو که تو خریدی؟ آره، واسه تو خریدمش. جدی میگی؟ نمیخوای بازش کنی؟ های لبت، اصلا باورم نمیشه. میخوام امشب اینو بپوشی. خیلی ممنونم لوند، خوشحال شدم، ولی راستش اینو یه موقع دیگه میپوشم واسه این که لباسی که مامانم دخترو. اما من اینو واسه تو خریدم. لباس مامانت هم یه وقت دیگه بپوش، به خاطر مهمونی امشب این لباس بهتره. من یه چیزی میدونم که میگم، لطفاً بهم اعتماد کن. باشه. بدش من. سلام. اونم بدش من. بذار بگیرم. نه همینا کافیه. آی شب میبینم اتون آقای خوشتیپ. بریم خاله جون، بریم تو دیگه. بریم اینا رو بده لوند. ممنون، شب میبینم ات. خدافز. خدافز. وای خیلی هیجان زدم. به فیزی هم نگفتم، خودت میدونی که بد اخلاقه. واسه این که آبرون پیش مامانم نره، من فقط پیش تو میشینم. آی اپک جون، تو یه دقیقه با من بیا. من نتونستم لباس انتخاب کنم، فکر میکنم چون حاملم لباس به هم نمیاد. تو بیا تو ببین کدومش به هم میاد. من خستم خاله محلا. حواسم نبود تو هم باید حاضر بشی. آی باشه تو برو، من بعدن میبینم. خاله من بعدنم نمیتونم بیام پیشت، چون نیازی به انتخاب لباس نیست، تو نمیتونی به اون مهمونی بیای. اما چرا؟ نتونستی کارت دعوت پیدا کنی؟ خاله جون با کارتم نمیشه به این مهمونی بیای، یعنی من نمیتونم هر کسی رو با خودم ببرم. گفتی هر کسی رو؟ خاله من نمیخواستم اینجوری بگم، این مهمونی فقط واسه کسایی که نقش دارن، فهمیدی؟ باشه اپک جون بیا. خاله این یکیش پیش تو باشه، من میام خونت لباسم رو عوض میکنم و میرم، فهمیدی؟ چرا؟ آبجی ملکه نتونست لباستو حاضر کنه؟ آی خاله جون خواهشم چیزی ازم نپرس، بعدن بهت میگم. باشه فعلا خدافظ. مامان جون لباسم آماده شده. من دوش گرفتی دخترم؟ مامان جون این لباس خیلی عالی شده، دستتون درد نکنه. هر کاری تونستم کردم. آی مامان جون قربونت برم. عزیزم به سلامتی بپوشی. بذار براتون قهوه بیارم.
کاش برام درست نمی کردی. من از این قهوه‌ای آماده دوست ندارم. نه مامان جون، این از اونا نیست. این کاملا فرق میکنه. بخور ببین مزهش چطوره. خوشمزه هست. از این به بعد همیشه از اینا میخوریم، چون من امروز رفتم و قهوه ساز خریدم. فقط همینو کم داشتیم که بری قهوه ساز بخری. پس شما قهوتونو بخورین، منم لباسمو امتحان میکنم. خیلی قشنگ شده. بارش خوش اومدی، بیا تو. نه مزاحم نمیشم، اگه ازگار خونه باشه میشه صداش کنی؟ باشه صداش میکنم. بارش نمیخواد بیاد، گفت بگو نیستم. باشه خاله سلزه. مشکلتون چیه؟ چیزی شده؟ چیزی نشده خاله سلزه، خداحافظ. چقدر خوشگل شدی، چقدر بهت میاد. دستتون درد نکنه مامان جون. یعنی من میدونستم خیلی خوشگل میشه، ولی تا این اندازش رو نمیدونستم. خیلی بهت میاد. چرا نیومدی دیدن بارش؟ خیلی ناراحت شد. از خودشم پرسیدم ولی چیزی نگفت. تو هم خوب به نظر نمیای. مامان منم چیزی واسه گفتن ندارم. اون کسی که ناراحتت کرده بارشه؟ ببخشید، من نمیدونستم اینجایی. مرت لطفاً، این اتاق هر دوتامونه، هر وقت خواستی میتونی بیای. راست میگه. نمیدونم من چرا اینجوری حس نمی کنم. حق داری، ولی همه چی تغییر میکنه. سلام جاویدان. آرکان، معلوم هست کجایی، از دیروزه که نگرانتونم. زنگ میزنم ایلول جواب نمیده، گوشی تو هم که خاموشه. اصلا نپرس. گوشیمو گم کردم. ایلولم رفته بود گردش، گوشیشو فراموش کرده. خب چی شد، با هم حرف زدی؟ هنوز نه جاویدان، راستش ایلول هنوزم خوب نشده. منم نتونستم بهش بگم. یعنی چی؟ بهت نگفت میخواد از تو جدا بشه؟ ایلول؟ یعنی چی؟ ایلول میخواست به این بگه جدا میشه؟ لعنت به شیطون. آرکان متاسفم، اما فکر کنم ایلول منم گول زده. جاویدان یه دقیقه، درست متوجه نشدم. وقتی داشتم آماده میشدم با ایلول برم، به هم گفت دیگه نمیخوام به این رابطه ادامه بدم. گفت واسه این که بتونم باهاش راحت حرف بزنم میرم یه جای دور. گولم زد، منم به حرفش باور کردم. همون شب بهت گفتم بیا. جاویدان شما منو گول زدین؟ معذرت میخوام، اما واسه این که تو باهاش هم نظر بودی، یعنی چه بدونم، به نظرم خوبه هر دوتون یه جوری این مشکل رو حل کنین و با هم کنار بیاین. باشه جاویدان، باشه، متوجه شدم، بعدا بهت زنگ میزنم. خدا لعنتت کنه.
5 دقیقه بعد میرسم عزیزم. خیلی هیجان زدم، میخوام اون لباسو تو تنت ببینم. اومدی؟ حالت چطوره؟ گردش خوش گذشت؟ شاید هوای تازه ذهنتو باز کرده و یادت اومده باشه واسه چی اومدیم اینجا. داری درباره چی حرف میزنی آرکان؟ تو که منو دهنتو ببند، خفه شو. به من بیشتر از این دروغ نگو، فهمیدی؟ چند دقیقه پیش با جویدان حرف زدم، اون همه چیو به ام گفت، فهمیدی؟ پس فهمیدی؟ خیلی خوب، پس چیزی که اون نمیدونست تو بهت من میگم آرکان. نمیذارم بری پیش اون زنی که بیشرف. میدونم آرزوهای بزرگی دارین، اما من همسرت بودم و همسرتم باقی میمونم. بسه ایلول، بسه. نمیخوام بیشتر از این به دروغات گوش بدم، فهمیدی؟ خدا لعنتت کنه. اپک، این لباس از کجا آوردی؟ چرا اون یکی لباس تو نپوشیدی؟ واسه این که اون لباس واسه مهمونی خوب نبود استی. سب کن ببینم، نفهمیدم. خاله ملکه تمام شب بیدار موند، لباس به اون قشنگی واسط دوخت، بعد تو میگی واسه مهمونی تو مناسب نیست؟ آسین بحث نکن اپک، اون لباس خیلی بهت میومد. این یکی اصلا آسین ببین، مهم نیست به هم میومد یا نه، مهم اینه که واسه مهمونی مناسب نبود، دیگه بحث نمی کنم. اپک اصلا متوجه نمیشم. خیلی خوشگل شدی عزیزم، همونطوری که میخواستم. خیلی ممنون. سلام آسین، حالت چطوره؟ خوبم لبند. بریم؟ بریم. آسین بی حیا کجا داره میره؟ ببینم مامانش میدونه این موقع شب میخواد بره بیرون؟ ها؟ آره میدونه داداش. ازگر بهت نمیگم منو ببخش، به خاطر اینکه اون کارم اشتباه نبود. میدونم نباید تو را میبوسیدم. خواهش میکنم از من فرار نکن، بیا حرف بزنیم. بچه رو کجا گذاشتین؟ پیش خاله ملکه است، تا
دلت واسش تنگ شده؟ حسودی نکن، خوب نیست. فردا میتونی بغلش کنی باهاش وقت بگذرونی، باشه؟ آستین خانم؟ سلام احمد آقا. سلام. اوه، میبینم خانوادگی اومدین. سلیم نیومده؟ به خاطر یه جلسه کاری نتونست با همون بیاد. شما از کجا میشناسینش؟ آسین کارمند جدید ماست. هفته جدید کارش رو شروع میکنه. یه کارمند جوان و با استعداد گیرمون اومده. آفرین بابجی خوشگل خودم. ایول داری به خدا. تصادف دیگه. مرت حالت چطوره؟ خوبم داداش احمد. راستش انتخابات نزدیکه. مهم نیست چه اتفاقی میفته، حتما باید ببینمت. خودت که میدونی خیلی ها میخوان تو رئیس بشی. ببینم چی میشه داداش. مزاحمتون نمیشم. از غذاتون لذت ببرین. نوش جونتون. به سلیم سلام برسونی. نوش جون شما هم آقا احمد. اینجا واقعا خیلی قشنگه. خوب شد احمد آقا رو هم دیدیم، مگه نه؟ آفرین آبجی جون. همینجوری کار کن و پیشرفت کن. وقتی نگران تو بودم تو سعی میکردی منو گول بزنی؟ آرکان میترسیدم تو رو از دست بدم. باید از خودت بترسی. جلوی من نقش بازی میکردی، وانمود میکردی داروهاتو میخوری. طوری وانمود میکردی انگار داروها رو تاثیر گذاشته. چرا این کارو میکردی ایلون؟ آرکان به خاطر تو این کارو کردم. به دست نزن. نمیخواد به خاطر من کاری کنی. همه چی تموم شد. همه چی. از منو از زندگیم دور باش، دیگه نمیخوام تا رو ببینم، فهمیدی؟ آرکان خواهش میکنم. بلام کن. آرکان خواهش میکنم. آرکان خواهش میکنم. تنهام نذار. تو رو خدا منو تنها نذار. تو رو خدا بلام نکن. منو تنها نذار. نمیتونم بدون تو زندگی کنم. خواهش میکنم منو تنها نذار. خواهش میکنم آرکان. میشه صورت حسابو بیاری؟ چشم میارم. بفرمایید. ممنونم. خواهش میکنم. خدا بیشتر بهت بده مرت جون. تا خرخره خوردم. نوش جونت. شب خوبی بود، مگه نه؟ فکر همه جا رو کرده بودن. ماشیناشون رو دیدی؟ یکی از اون یکی قشنگتر، واقعا قشنگ بودن. خوش به حالشون، چه زندگی خوب و راحتی دارن. میدونی امشب مشهورترم کردی.